سرخط خبرها. از استقبال رئیس جمهور از پیام ملا عمر تا استقبال طالبان عزیز با حمله های انتحاری، رئیس جمهور پیام ملا عمر را سازنده می داند. اما امروز در حملات حراستگرانه طالبان چندین تن کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. از اعلامی رهبر طالبان ملا محمد عمر آخوند ابراز امتنان می کنم که مذاکرات رای حل دانست. آتش بس پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بعدی سال. شورای عالی صلح می گوید پیش از برگزاری نشست آینده صلح باید طالبان با آتش بس موافقت کنند. یک آتش بس موقت حداقل برقرار کنه با مثلث ضد طالبان در شمال. جنرال دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق برای برچیدن بساط طالبان از شمال توافق کردند. یک جا در تصفیه سایر ولایات که دست ما میرسه آمادگی داشته باشیم و برای سرکوبی را مردانه استوار و متین اصلاح شاید. و بزرگ داشت از روز نخست عید در بسیاری کشورهای اسلامی. مسلمانان پس از نماز عید برای برقراری صلح در جهان دعا کردند. با نام خداوند یکتا و با عرض سلام، شما بیننده مهمترین ها از یک هستید. شهروندان کشور بدون در نظر گرفتن هیچ نگرانی نخستین روز عید را بزرگ داشت کردند. آنان میگویند هیچ چیزی نمیتواند مانع بزرگ داشت از روزهای دیدنی و خوشیشان شوند. هرچند در این روز هم در بخشی از کشور صدای انفجار بلند شد و در یک مورد پلیس یک موتر پر از مواد انفجاری را در حوزه 15 شهر کابل کشف و خنسا کرد. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. نخستین روز عید سعید فطر، پایتخت نشینان همه شادمانند. هر کی به گونه عید را بزرگ داشت می کند. اینجا یکی از مکانهای خوب خانواده ها به ویژه کودکان برای خوش سپری کردن عید است. همه تاکید می کنند که هیچ چیزی نمی تواند مانع خوشی مردم شود. کل مردم خوش هستند و این حملات و این مشکلات و این مشکلات بیامنی اصلا مانع خوشی های مردم شده نمی تواند. دیب خلق پرده دیمون گاوند یاد سول اغوال و رو را خدای راضی ما خدای ندا غوال ما سر طول افغانستان طول خلق طول سرمز که زرونو که مینه محبت پیدا شد. یار یک جای خوب است، شما بیاید از اینجا دیدن کنید. اید از صمیم قلب برای تمام دوستا تبریک میگم. برخی ها این گونه با ساز و آواز خوشی مردم را چند برابر میسازند. اید برای شما تبریک میگم. روز اول عید است، ما در جریان کنسرت هستیم. امیدوار هستم که یک عید بسیار با صفا و مقبول داشته باشیم. اینان اما پاسبانان کشور هستند که در روز عید دور از آغوش خانواده در بستر هستند. کسانی که در دفاع از کشور و مردمشان زخم برداشتند. وزیر امور داخله هم از آنان در بیمارستان 200 بستر پلیس دیدن کرد. تمام کسایی که امروز در بستر مریضی است یا در بستر از که مثلا زخمی هستند، از نزدیک اینا را عیادت کنیم. اول ایام عید برشان تبریک بگوییم و این نشان قهرمانی که به خاطر ریختاندن خون خود یا پارچه از بدن خود یا عضو از اعضای بدن خود اینا این به اصطلاح قهرمانی را نصیب شدن، این ایمانداری و بزرگواری را که در مقابل تامین امنیت اینا قبول کردن، از اینا بیاییم به اصطلاح سپاسگزاری کنیم. با این همه در نخستین روز عید هم در بخش های از کشور صدای انفجار و دود و بارود بود. در انفجار در یک مسجد در ولسوالی شلگره بلخ 1 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در هرات هم در یک انفجار 3 تن کشته شدند. در کابل اما پلیس موفق شد که یک موتر پر از مواد انفجاری را کشف کند، کاری که سبب جلوگیری از یک رویداد بزرگ شده است. میخواستند در یکی از نقاط مزدحم شهر کابل که مورد هدفشان بود عملی انتحاری بکنه و موتربم را انفجار بده. خوشبختانه توسط پلیس حوزه 15 امنیتی ما موتر گرفتار توقف داده شد، گرفتار شد. در این حال شهروندان کشور با آنکه نسبت به آینده کشور با بیم و امید می نگرند، از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند هرچی می توانند تلاش کنند تا همه ماه
فصل و سال مردمان کشور عید واقعی باشد. رئیس جمهور غنی از رهبر طالبان برای اینکه پایان جنگ و خشونت‌ها را وابسته به گفتگو دانسته است سپاسگزاری کرد. محمد اشرف غنی پس از ادای نماز عید در کاخ ریاست جمهوری تاکید کرد که چالش گروه‌های داخلی از راه گفتگو حل خواهد شد، اما حکومتش با هراس افغانان خارجی از در جنگ پیش می‌آید. آقای غنی همچنان می‌گوید که انتظار روزی را می‌کشد که جنگ تحمیل شده بر افغانستان پایان یابد و در عوض جنگ با فقر، محرومیت و بی‌عدالتی‌ها آغاز شود. مثل همیش نماز عید در کاخ ریاست جمهوری با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. نزدیک به یک ساعت پیش از نماز مقام های ارشد دولت برای ادای نماز در کنار رئیس جمهور به مسجد ارک آمدند. رئیس جمهور هم پس از مراسم ویژه به جمع شرکت کنندگان در نماز عید پیوست. سلام علیکم. ستری مشی. الحمدلله رب العالمین. و پس از نماز رئیس جمهور سخنانش را با ستایش و سپاسگزاری از شهادت نظامیان کشور آغاز کرد و از تعهد حکومت برای مواظبت از خانواده های شهیدان گفت و از اعلامیه طالبان نیز سپاسگزاری کرد. پیام عمده ما پیام است که ملت میخواه، پیام صلح است، پیام ختم خون ریزی است. ما از اعلامیه رهبر طالبان مولا محمد عمر آخوند ابراز امتنان میکنم که مذاکرات رای حل دانسته. رئیس جمهور گفت پیام حکومت صلح و پایان خونریزی هاست و از همین رو قرار است چالش های برخواسته از گروه های مسائل داخلی با گفتگو و صلح حل شوند، هرچند پاسخ هراس افغانان خارجی جنگ است. دی طالبان مثلا لنور نه فرق لري. دوی غواړي چې نظام کې اشتراک وکړي او که ځینې ستونزې لري هغه به د مذاکراتو له لارې حل شي. نورو تروریستان چې له مختلفو ممالکو نه ګاونډي هیوادونه نور ځایونه راغلي دي، د هغوی ځواب اموږ امنیتي او دفاعي قواو فضل د خدای په زور او قوت ورکړی. محمد اشرف غنی بار دیگر تاکید کرد که آرزو دارد جنگ تحمیل شده بر افغانستان پایان یابد و جنگ با فقر و بی‌عدالتی و محرومیت آغاز شود. او گفت از تلاش های صلح‌خواهانه حامد کرزی نیز پشتیبانی میکند. در نماز عید امسال معاون اول رئیس جمهور و رئیس اجرایی و معاون اولش حضور نداشتند. آنچه که زمزمه های را از وجود برخی از تنش ها در حکومت میان شرکت کنندگان به همراه شد. جنرال دوستم عطا محمد نور و محمد محقق برای مبارزه با طالبان و پاکسازی شمال از وجود گروه های هراس افغان توافق کردند. عطا محمد نور میگوید با سرکوب طالبان در شمال پیام وحدت و صلح را به مردم میدهد. در این حال آقای نور هشدار میدهد اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از افراد با نفوذ و بی‌طرف شکل نگیرد این خیانت ملی است و از سوی جمعیت اسلامی قابل قبول نخواهد بود. پس از آغاز رسمی گفتگوهای صلح با طالبان از سوی حکومت افغانستان، اکنون عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ این گفتگوها را انتقاد کرده و میگوید صلحی که به قیمت جان افراد بیگناه و دستاوردهای 13 ساله کشور تامین شود برای مردم قابل قبول نیست. صلح کجا میپونه؟ تا کجا است؟ صلح نه در اوزلو است، نه در قطر است، نه در جده است، نه در مکه است، نه در امارات است، نه در ترکیه است، نه در اروپای چین است. صلح فقط از طریق پاکستان ممکن است. با پاکستان بشینید، فرزندای خاندان ناخوانده پاکستان را مثلا آماده بسازید، پاکستان آماده بسازد برای یک هفته صلح در افغانستان حاکم است. آقای نور همچنان از توافق با جنرال دوستم و محمد محقق برای مبارزه با هراس افغانان در شمال کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که آنان آماده هستند تا ولایت‌های شمال را از وجود هراس افغانان پاک کنند. و ما تصمیم گرفتیم که با آقای جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و با همسنگ عزیزم استاد محقق یک جا در تصفیه سایر ولایات که دست ما می‌رسد آمادگی داشته باشیم و برای سرکوب اینا مردانه و مستوار و متین استاد شاید.
ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی یکی دیگر از موارد پرچالش در چند ماه اخیر در کشور بوده است. آقای نور از ایجاد این کمیسیون ناخشنود به نظر می رسد و تاکید می کند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی در گزینش اعضای این کمیسیون از افراد با نفوذ و بی‌طرف استفاده نکنند، نابسامانی های انتخابات گذشته تکرار خواهد شد. ما رهبری حکومت وحدت ملی می خواهیم در نظام اصلاح انتخاباتی تا در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تا طرفای مطرح تصمیم گیرنده باید شامل بده باشه. در غیر اونمو خیانت است، اونمو جنایت است، اونمو دزدی است. ما برای اصل یک انسان یک رای باید معتقد بوده باشیم و زمینش باید مسائل بسازیم. آقای نور میگوید که جهان در آوردن صلح در افغانستان صادق نبوده و به همین دلیل در 14 سال گذشته صلح در کشور تامین نشد و یک بار دیگر تاکید میکند که باشندگان کشور باید از روند گفتگوهای صلح آگاه باشند و حکومت تلاش کنند تا این گفتگوها را با مشوره مردم به پیش ببرد. شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که پیش از برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باید حداقل آتش بس موقت اعلام شود. مشاور روابط جهادی جهانی این شورا میگوید نشستن بر میز مذاکره و همزمان کشتار مردم افغانستان دور از منطق و رسم گفتگوهای صلح جهان است. در این حال آقا جان معتصم از چهره های نزدیک به ملا عمر آغاز گفتگوهای صلح را یک روند بی‌نظیر خوانده و اعلام آمادگی کرده که در دور بعدی این گفتگوها اشتراک خواهد کرد. جنگ و صلح دو واژه متضاد، اما برنامه همزمان حکومت افغانستان و طالبان. دو طرف برای نخستین بار پس از 13 سال بر میز گفتگوهای رسمی صلح نشستند. همزمان اما بر تبل جنگ بیشتر کوبیدند. تضادی که برای بسیاری از مردمان کشور پرسش بزرگ ایجاد کرده است. حال که قرار است دور دوم گفتگوهای صلح حکومت افغانستان تا 15 روز دیگر احتمالاً در چین برگزار شود، شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که پیش از این نشست باید آتش بس برقرار شود. ما امیدوار هستیم که روند دوم در شرایط برگزار شود که او شرایط مناسب و مساعد باشد، به این معنا که یک آتش بس موقت حداقل برقرار شده باشد، به خاطر این که از یک طرف کشتار بی‌رحمانه اطفال، زن و مرد و خرد و کلان و از جانب دیگر بالای میز ششتن و مذاکره کردن، این دور از عقل و منطق و دور از رسم جهانی است. همزمان با این، ملا آقا جان معتصم از چهره های نزدیک به ملا عمر و وزیر مالیه رژیم طالبان تمایل نشان داده که در دور بعدی گفتگوهای صلح اشتراک کند. آقای معتصم بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفته که گفتگوی رو در روی اخیر میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان بی‌نظیر بوده است. من از گفتگوهای صلح میان افغانها پشتیبانی میکنم. این نگاه آغاز خوب است و احتمال قوی وجود دارد که همه ما در این روند شرکت کنیم. جامع بودن نمایندگی از طالبا این وسعت و گسترش پیدا بکنه و هم صلاحیت مندی ها طور کتبی رسمی باشه و آجندا متمرکز باشه تا که روند مؤثر و مثمر واقع. آغاز گفتگوهای رسمی صلح افغانستان و طالبان و اعلامیه ملا عمر رهبر طالبان در پشتیبانی از این روند استقبال سازمان ملل متحد را به همراه شده است. این یک پیشرفت خیلی مثبت است که رهبری طالبان به گونه علنی از این روند حمایت میکنند. کارهای زیادی باید انجام شود، اما هر گفتگویی در چارچوب روند صلح خیلی مثبت خواهد بود. این بار نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان با اجندای مشخص و فهرست پیشنهادی بر سر میز مذاکره حاضر خواهند شد. گفته می شود که هیئت دو طرف به سطح بالا و باصلاحیت تر در این نشست حضور خواهند یافت. اما آیا این گفتگوها در آغاز منجر به آتش بس و بعداً تأمین صلح در کشور خواهد شد؟ وابستگان یک عضو شورای ولایتی در تخار شب گذشته 3 تن از اعضای یک خانواده را کشتن و 3 تن دیگر را زخمی ساختند. فرمانده پلیس تخار میگوید عامل اصلی این رویداد از سوی پلیس بازداشت شده و بررسی ها برای روشن شدن چگونگی این رویداد جریان دارد. خانواده که شب اول عید را با ماتم آغاز کرد. از این خانواده میگوید افراد مربوط به عبدالمحبوب ودودی یک عضو شورای ولایتی تخار به خانهشان حمله کرده و دو عضو خانواده و یک مهمانشان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است.
دروازه میبره دانی دروازه بدر وکیل ماو بدر امرام ضربه میکنه بدر گلوشی بدر زخمی میشه دت بدر ما شهید میکنه و دت دیوار شم زخمی میکنه بالا بودا برادر وکیل ماو امرای بادیگاردار شهر یگام ده نفر کلش گفت یه تو زیر آتش گرفت برادر نامش این طرف دست پیش موتر قاطیدن این طرف افراد کشته شده چند ماه پیش به اتهام سوء قصد به جان شهردار تخار برادر این وکیل زندانی شده بودند. عبدالمحبوب عودودی عضو شورای ولایتی تخار هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد می کند، اما می گوید برادرش که متهم به این قتل است و پلیس تسلیم کرده است. هر کسی که این واقعه متصدی شد او دیگه درد داشته هر چیز میگه و این را باید دینیم که ما شما ارگانه کشفی داریم، امنیت ملی داریم، در پلیس ما ارگانه کشفی داریم، تولید داریم، جنایی داریم، ما استخبارات داریم، برای من بررسی بکنن، کشف بکنن، ببینن که مشکل به کجاست. از سوی هم نور محمد حکیمی فرمانده پلیس تخار میگوید عامل اصلی این رویداد بازداشت شده و بررسی ها در این باره ادامه دارد. در نتیجه 6 نفر زخمی شد. این 6 نفر انتقال دادیم در شفاخانه. بعد هم 3 نفرش فوت کرد و 3 نفرش زخمی است. بعد از جستجوی تلاش ما یکی از قاتلین اصلی که مقتولین اصلی یا قاتلین اصلی که در این قضیه دخیل بود و این عمل انجام داد، او توسط پلیس دستگیر شد. درگیری های قومی و اختلافات درونی میان زورمندان، افراد پرنفوذ و وکلای شورای ولایتی در تخار هر از گاه چنین تلفات را به همراه می شود. چند روز پیش نیز نزدیکان یک عضو شورای ولایتی تخار یک پلیس ترافیک را نیز لتوکوب کرده بود. دانشجویان دانشگاه بامیان با 1001 مشکل دست به گریبانند. نبود خوابگاه های منظم، کتابخانه معیاری و نبود ترانسپورت برای دانشجویان دختر مهمترین این مشکلاتند. رئیس دانشگاه بامیان این مشکلات را میپذیرد، اما با قیام نوری میگوید بعید است که همه این مشکلات به این زودی ها حل شود. یگانه نهاد تحصیلی دولتی در بامیان، دانشگاه بامیان. این نهاد آموزشی در این ولایت محروم روزنه کوچک امید را گشوده است، اما زیر پوست این مکان هزاران مشکل نهفته که تاکنون بخشای خیلی کوچک آن حل شده. مهمترین مشکل جوانهایی که در این دانشگاه درس میخوانند نبود خوابگاه است. مسئولان آب آشامیدنی ندارن، از اونجا آب میخرن. جای زندگی میکنه اونجا حیوانات اگر بینازی وحشت میندازه، مثلا به خاطر یک ویزو گرفتن یک کیلومتر رو اونو سفر میکنه تا پس نبود خوابگاه باعث شده که خیلی از جوانها اتاقهای کرایه‌ای بگیرند، اتاقهایی که کمترین کیفیت را دارند. این دانشگاه 6300 دانشجو دارد، اما از این میان 800 دانشجو شدیداً به خوابگاه نیاز دارد. خوابگاهی که اکنون در بامیان است تنها برای 400 دانشجو مکان نسبتاً آرام را فراهم کرده. در کل دانشگاه بامیان هر روز وعده‌های چربی چه از طرف مقام ریاست دانشگاه چه از طرف ارگان‌های حکومت محلی بامیان که ما نمی‌فهمیم 10 روز بعد یک هفته بعد برای شما لیلی آماده می‌کنیم، لیلی گرم که تا هنوز ما شاهد چنین مسئله‌ای نبودیم. نبود کتابخانه مجهز هم بزرگترین مشکل این دانشجویان است. کتابخانه‌ای که تنها 16000 جلد کتاب دارد. اینجا کتابخانه کوچک دانشگاه بامیان هست. این کتابخانه دست کم برای 6000 دانشجوی دانشگاه بامیان باید کتاب و منابع ارزه کنه که به گفته دانشجویان این دانشگاه اصلا کافی و بسنده نیست. دختران دانشجو هم مشکلات جدی خودشان را دارند. آنان سخت نیاز به ترانسپورت دارند که حکومت محلی بودجه آن را ندارد. تقریبا یک اتاق گنجایش 4 نفر داره، 8 نفر اونجی درس میخونه که از دپارتمنت های مختلف است و اونا هم به صورت درست نمیتونه درس های خود بخونه. مسئولان دانشگاه بامیان هم بخش بزرگ از شکایت های دانشجویان را میپذیرد. این مشکلات باعث شده گاهی باعث اعتراض شدیدی از دانشجویان دانشگاه بامیان شما در حقیقت وجود داره. مثلا من نبود خوابگاه نمیگم، ولی خوابگاه وجود داره، کافی نیست برای دانشجویان. اما خبرهای خوش هم برای دانشجویان بامیان هست، اینکه خوابگاه مجهز ساخته خواهد شد. وزیر صاحب محترم هم در پلان کاریشان لیلی دانشگاه بامیان و ماستر پلان و احاطه دانشگاه بامیان در اولویت کارشان قرار دادن. فراتر از همه این مشکلات، جوانهای در بامیان به دانشگاه می روند که کمترین امکانات آموزشی را دارند. مانند این جوان 22 ساله، نامش عبدالله است، دانشجوی دانشکده زمینشناسی دانشگاه بامیان. او خیلی نادار است، اما برای پیدا کردن هزینه های درس هایش کفش دوزی می کند. من خرج مصرف مصرف کفاشی تامین می کنم، مصرف کفاشی تامین می کنم و دیگه کدام کسی دیگر یادم نداریم، دیگه سرمایه نداریم که پیش ببریم.
پدرش میگوید نمیتواند پسرش را آنچنان که میخواهد کمک کند، زیرا پدرش نیز کفاشی میکند و درآمد خیلی اندکی دارد. یک کم توم دیگه از ما اگر او را از خرج خانه اگر زیاد شود اگر ما او را بیتیم دیگه. اما عبدالله آرزوهای بزرگی به سر دارد، این که روز مهندس بزرگ شود و بی تردید ثروتمند. آرزو دارم که داینده یک انجنیر شوم و دکترا بگیرم به کارهای کلان دیست. میگوید زندگی دشوار است اما این راه را باید شجاعانه پیمود. دیگه انسان باید همیشه به زندگی زحمت بکشه تا محتاج دیگران نباشه. امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان نشین از عید سید فطر تجلیل شد. شهروندان این کشورها از اینکه ماه مهمان خداوند جل جلاله را به خوبی سپری کردند دعا می کنند که صلح و امنیت کامل در جهان حاکم فرما شود. جاده های شهر بغداد مرکز عراق. این کشور سالهاست درگیر جنگ های مذهبی بوده. حالا در کنار این بدبختی ها بلای دیگر به نام داعش نیز هست و بود عراق و عراقی ها را با خطر نابودی روبرو ساخته. اما اینها هیچ یک مانی عراقی ها برای بزرگداشت از عید فطر نشده است. ما به خداوند متعال دعا میکنیم که عراق و نیروهای نظامی عراق را بر دشمنانشان پیروز بگرداند. من آرزوی خوشبختی دوامدار برای عراقی ها دارم. ما از بمبگذاری ها، هراس افغانی و داعش خسته شدیم. شهریان اندونزیا هم امروز را به حیث روز اولی عید بزرگداشت کردند. اندونزیا از پرجمعیت‌ترین کشورهای مسلمان است. عید فطر روزی است که همه ما باید نه تنها از خداوند متعال بل از خانواده و دوستان ما نیز طلب بخشش نماییم. ما برای خوشی روح گذشتگان ما سوره های از قرآن کریم را تلاوت میکنیم و آرزو میکنیم آنان در آن جهان بخشیده شوند. سوری ها نیز عید را در حال بزرگداشت میکنند که گروه های گوناگون هراس افغان در این کشور مشغول نبردند. آرزو دارم مکتب های ما دوباره فعال شوند و معلمان ما دوباره به تدریس آغاز کنند. آرزو دارم سال بعد همه فامیل ما در سوریه باشند. همچنان امید دارم که رژیم اسد از بین برود. فلسطینی ها نیز از عید بزرگداشت کردند اما آرزو دارند عید سال بعد در فضای تجلیل شود که دیگر سرزمین هایشان اشغال شدن نباشند. ما امید داریم که عید دیگر زمان بیاید که ما از شر اشغال خلاص شده باشیم. ما آرزو داریم امنیت در سراسر کشورهای عربی تامین شود. پاکستان و افغانستان هم امروز را به عنوان نخستین روز عید سید فطر با رفتن به خانواده دوستان و آشنایانشان بزرگداشت کردند. قرار است نخستین روز عید در ایران و برخی دیگر از کشورهای شیعی نشین فردا برگزار شود. از همراهیتان با مهمترین ها از یک سپاسگزار هستم و وقت خوش برتان آرزو میکنم.